خیر مقدم میگم به مرکز رسانه های دولت و از دولت جمهوری اسلامی افغانستان اظهار امتنان میکنیم که تا روند گزارش دهی و پاسخگویی را ترویج نموده. اداره تنظیم خدمات مخابراتی طی دو ماه گذشته سه مرتبه به این مرکز و یک مرتبه در گفتمان که بیشتر از 100 نفر در او حضور داشت به خاطر گزارش دهی و پاسخگویی به ملت تمام مسائل خود گزارش ارائه نموده است و یک بار دیگر از تمام رسانه های کشور تشکری میکنیم که در روند گزارش دهی و پاسخگویی با ما همکار بودند. اداره تنظیم خدمات مخابراتی یک واحد مستقل غیر بودجوی دولت با استانداردهای جهانی بوده که به منظور تنظیم فعالیت خدمات مخابراتی در کشور فعالیت می نماید. این اداره عضویت اتحادیه‌های جهانی و منطقوی مخابرات از جمله اتحادیه مخابرات بین المللی و کمیونیتی مخابراتی آسیا و اقیانوسیه یا APT را دارا می باشد. اداره اترا دارای قانون تنظیم خدمات مخابراتی بوده که در روشنی احکام مواد 10 و 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان وضع گردیده است. اداره اترا در مدت کوتاه از ایجاد خیش توانسته است 90% کشور را تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار دهد. 33.3 میلیون سیمکارت توزیع نموده که از جمله در حدود 22 میلیون آن فعال می باشد. تعداد مشترکین خدمات اینترنتی به بیشتر از 10 میلیون تن در سراسر کشور می رسد. این اداره از جمله ادارات موفق بوده تا اکنون بیشترین سرمایه گذاری در کشور را که بالغ بر 2.7 میلیارد دلار آمریکایی می‌گردد در این سکتور جلب نموده است. بر اساس پلان نظارتی اداره به همکاری مراجع حراست از قانون، پروسه ثبت و راجستریشن سیم کارت‌ها در سراسر کشور تحت نظارت قرار گرفته که در نتیجه بیشتر از 200 هزار سیم کارت جمع‌آوری و بالای شرکت‌ها و فروشندگان متخلف جریمه‌های پیش‌بینی شده در قانون وضع گردیده است. یکی از مشکلات در پروسه‌های ثبت و راجستریشن سیم کارت‌ها همان عدم موجودیت اسناد معتبر تثبیت هویت می‌باشد. اندازه‌گیری کیفیت خدمات مخابراتی یا درایو تست در سراسر کشور انجام صورت گرفته و بالای شرکت های متخلف جریمه های پیش بینی شده در قانون به بالغ 240 میلیون افغانی میگردد وضع گردیده است. نظارت منظم و دوامدار از کیفیت مخابراتی، ثبت و راجستریشن سیم کارت ها و فعالیت های غیر مجاز در مارکت ادامه دارد. فریکونسی برای عرضه خدمات نسل 4 یا 4G تخصیص گردیده و از طریق پروسه مزایده به شرکت های متقاضی توزیع می گردد. قیمت های خدمات پی از یوگو شرکت های اتصالات MTN و افغان تلکام به حد اقل 1 افغانی تنزیل یافته است و کار بالای شرکت های باقی مانده نیز جریان دارد تا قیمت هایش به حد اقل برسه. با فعالیت 3 شبکه فایبر نوری که آخیراً جواز تمدید برای آن صادر گردیده است، در قیمت و کیفیت خدمات مخابراتی و اینترنتی بهبود قابل ملاحظه رونما می گردد. تا سال 1397، 97 پای سیم باکس جمع‌آوری گردیده که بالای متخلفین جریمه نقدی وضع، متخلفین جهت رسیدگی به جهات جرمی قضیه به اداره محترم لی سورنوالی نیز معرفی گردیده است. برای 188 هزار تن از هموطنان عزیز ما به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سکتور مخابرات زمینه اشتغال زایی یا اشتغال فراهم گردیده است و باید گفت که یکی از مشکلات این سکتور همانا مشکلات امنیتی می باشد، زیرا اکثریت پروژه های انکشافی اداره اترا
باید در نقاط دوردست تطبیق گردد و نیز سالانه بر علاوه میلیون ها دلار خسارات مالی به تعداد قابل ملاحظه کارمندان شرکت های مخابراتی جانهای شیرین خود را از طرف مخالفین نظام از دست می دهند. با اطمینان می توان گفت که در صورت عدم موجودیت مشکلات امنیتی امروز 100% کشور تحت پوشش خدمات مخابراتی و اینترنتی خدمات با کیفیت با قیمت مناسب به هموطنان عرضه می گردید. اداره اترا بر علاوه وظایف پلانی خویش با استفاده از فند TDF همه پانتونهای دولتی تعداد از مکاتب، شفاخانه ها و برخی ادارات را به فایبر نوری وصل و اینترنت مورد نیاز آن را تامین نموده است. به همین ترتیب اداره مبارزه با ضد حوادث، کتابخانه عامه کابل و آرشیف ملی را با وسایل و تجهیزات تکنولوژی معلوماتی تجهیز نموده و این پروسه به موفقیت ادامه دارد. تشکر می کنم جناب سیلاب صاحب معاون تکنیکی اداره اترا برایتان دستاوردهای سال قبلی و همچنان پلان سال روان برتان انشاءالله قرائت می کنم. استاد السلام علیکم. زه غواړم چې خلاص حق مواری چې دی یادواری ورته وکړه پیغه مادوار تاسو ته وړاندې کوم چې کوم کارونه سرته رسیدلي دي او کوم په 98 کې موږ پلان لرو. اول دی ونیوي لاسته راوړنې زه تاسو ته وایم. ترتیب استراتیجی پنج ساله اداره اترا که بر مبنای آن اداره با داشتن تصور روشن از پنج سال آینده های پلان های کاری خویش را ترتیب و بعد از طی مراحل مورد تطبیق قرار می دهد. تفتیش مالی یا ایندیپندنت اکسترنال فاینانشل آدیت اداره اترا و صندوق انکشاف مخابراتی از تاسیس اداره اترا الا ماه دسامبر سال 2016 تفتیش مالی 10 ساله در مطابقت با معیارهای بین‌المللی انجام یافته. همکاری با ارگانهای محل در وصل نمودن ولسوالی‌ها به شبکه فایبر نوری، پروسه تدارکاتی اتصال واحدهای محلی حکومت 13 ولسوالی که کارش تکمیل شده و از 42 ولسوالی تحت کار هستند. راندازی اولین ورکشاپ مخابراتی آجیل یا ایمرجنسی کمیونیکیشن با همکاری ادارات مربوط در افغانستان، وصل نمودن کتابخانه عامه مرکزی کابل به فایبر نوری و ایجاد کمپیوتر لیب در آن کتابخانه، وصل نمودن وزارت امور زنان با شبکه فایبر نوری، در همکاری با مرکز نمایشگاه های افغانستان برگزاری اولین نمایشگاه پرداخت الکترونیکی در کابل، ترتیب مسوده مقرر استفاده از فریکونسی و ارسال جهت طی مراحل قانونی به وزارت محترم عدلیه، وضع طرز العمل تایپ اپروول، وضع طرز العمل های لندینگ رایت یا DTH دایرکت تو هوم نشرات یعنی ساتلایت، با وضع این دو طرز العمل نشرات تلویزیونی محوره ستلایت تنظیم و بر اساس آن همه عرضه کنندگان خدمات ستلایت نشراتی مکلف به ثبت و رجستریشن و اخذ جواز فعالیت در کشور می باشد. صدور 3 جواز فایبر نوری و آغاز تمدید شبکه در چند ولایت کشور که عملا کار بالای آن جریان دارد. صدور 1 جواز برای خدمات فایبر نوری شهری. حصول جریمه وضع شده بابت پایین بودن کیفیت خدمات مخابراتی از سال 2011 الا 2014 و انتقال آن به حساب مربوط به دولت. قرارداد پروژه نوم صورت گرفته است. جمله 250 تاور در 34 ولایت در 200 ولسوالی نصب و فعال می گردد که از این جمله تقریبا 30 پایش فعال و 180 تحت کار هستند. 40 پایه دیگر که اونجا مشکلات امنیتی هستند فعلا کار آغاز نشده و وصل نمودن 38 پانتون های دولتی به شبکه فایبر نوری و تامین نمودن باندویت مورد نیاز آنها. حصول 240 میلیون افغانی باقی داری فیس شماره های قبلا شرکت های مخابراتی.
ترتیب مسویده طرزالعمل‌های مهم مقرراتی که زمینه سرمایه گذاری و اشتغال سایی در سکتور مساعد می سازد این the quality of services interconnection and OFC. این دستاوردها بود که در سال 1397 اداره اترا داشتن. وس دی اتنیو لپاره کوم پلانونه چې موږ په نظر کې لرو په هغه کې مهم مواری چې دی زه تاسې ته اوس دلته ویایمه چې په دې کې 55 ولسوالۍ وي چې دی د فایبر سره وصلیږي او د انټرنیټ خدمات ورته ورکول کیږي. د 4G لپاره د فریکوینسي توزیع د تاودلبي له لارې اویا پایی چی یا تاورونه دی مخابراتی تاورونه چی دی اتنیوی کال تر اخیره پوری با آنیر یا فعال چی او خدمات با چمتو چی دین علاوه درینیم سوا نوری پایی چی لسم پروژه دا پا چلور دیر سو ولایتو که پا 240 شپیت اول سوالی و که با پروسه دی تدارکاتی پا دی کال که تکمیل سی او کار با آغاز سی او دی یو سلاویا میلیون افغانیو پا ارزشت دی حالت استرار یا دی امرجنسی کمیونیکیشن لپار دی مختلف ارگانو سر دی وسائل و خریداری دی نوی لحوه یو استونی حدونه دی دولتی نی حدونه دی چی پا دی که وزارت سیادامه دا معرف دا تحصیلات عالی دا خلاقیت و نوآوری و تکنولوژی افغانستان دا وزارت امور زنان دا احصایه مرکزی دا اداره ثبت و احوال نفوس دا وزارت زراعت دا اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی دا اراضی دا ریاست عمومی امور کوچه ها دا وزارت مالیه دا تصدی فارمسی دا چی دا با طول فایبر سر وصلیزی او دی انترنت خدمات با ورکول کیزی دی تی دی اف دی فند سخا. موږ دین علاوه د باغ زنانه د فایبر سره وصلول دي او هغلته یو آی ټی لیب هم په پلان کې ده چې په دې کال کې تکمیل سي او آی ټی لیب هلته جوړ سي. ارشیف ملي له فایبر سره وصلول دي او د ټیلی میډیسن پروژه چې د صحت عامې په مخ ته بیایي چې درې شفاخانې له مختلفو ولایتو کې لرې پرتو ولایتو کې له مرکز سره د وصلول دي. دیدین علاوه موش پر دی کال که پلان روش چه لس جواز دی واس خدماتو نوی صادر کو دری جواز نامی دی تورید و فروش وسایل دی مخابراتی دی او ترتیب دی طرزالعملونو جواز و شرطنامه انتقال شماره های موبایل چه MNP موبایل نمبر پورتیبیلیتی ده چه پر دی کال که پلان رو یو نفر که شبکه تبدیلوی نو هغه ته دې ته ضرورت نسته چې نمبر هم ورسره بدل کې دې ته موبایل نمبر پورټیبیلیټی وایي چې ان شاء الله دې کال تر اخیره به موږ دې شاهد وسو ضرورت نسته که یو جی کې مشکل دی کیفیت دې په هغه شماره په خپل شماره باندې هر شبکې ته تلی سي. او دې نه علاوه چې موږ تیرو پریس کانفرانسو کې هم دا تعهد سپارلی وو د موږ د سیم رجستریشن موضوع وه چې سیم رجستریشن موضوع چې راټول سوي وو او دوه مرحلې د توسیع او اختار تیرې وې او تقریبا د موږ بررسي تکمیله سوې ده. شپږ ډسټریبیوټران دي چې جریمې پرې وضع سوي دي او دوه مخابراتي کمپنیانې دي چې په هغو باندې هم جریمې وضع سوي چې سیمونه یې د طرزالعمل خلاف په مارکیټ کې توزیع کړي دي. زه غواړم چې په دې کې نمونه یادوري وکړم چې د اتصالات مخابراتي شبکه تقریبا 1 میلیونه افغانۍ جریمه سوه او روشن مخابراتي شرکت 15 میلیونه. درې نورې کمپنیانو ته سلام ام ټي ان افغان بی سیم چې په دغه جمعوري کې چې موږ د دوی بررسي وکړه تر ډېره حده پورې طرزالعمل رعایت کړی وو هغه فیصدي دې حد کې نه وه چې جریمه وضع سي نو فعلا دوی ته مجدد اختار ورکړل سو چې هغه فیصدي نوره هم راکمه کړي او که آینده کې دوی اصلاح رانه وسو کېدی چې په آینده کې دوی هم تر جریمې لاندې راسي. او ډسټریبیوټران دي زه نومونه تاسې ته ویامه چې په نامه د شرکت بهروز سیم ډسټریبیوشن کمپنی، مرتضی محبوبی لوجستکس کمپنی، شرکت انعام بهار لیمیټیډ، شرکت ستارگان متحد، شرکت صابر نوروز و شرکت نوی برادران مهر افزون. دا ډسټریبیوټران دي چې هر یو 15 لکه افغانۍ جریمه سوي دي. دغه گزارش و او دې نه علاوه یو موضوع چې پرون هم په بعضې میډیا کې یادوري سوه
ده هغه شل موارد په ارتباط چې بورډ تصمیم نیولای و مخابراتي کمپنیانو تلی جلسی و چې پیغه کې موږ تر ډیره حد پورې لاسته راوړنې لرو. بعضې شیان ما تاسو ته وویله چې یو څه وخت پکار ده چې د دې ته د سیستم اپګریډیشن ضرورت ده یا مثلا پروسه د تدارکاتي ضرورت ده. په هغه کې اکثره موارد چې دي تطبیق شوي دي که مثلا زه یې عمده څو یادوري وکړم 999 شمېرې مجاني شوي دي یا بدون د کوم قیمت نه تماس نیوی سی د ادارې اترا مخابراتی شرکتونو کال سنټر ته چې په خوا درې تماس رایگان ول یا بدون د فیس ول اوس هغه له درو نه 15 ته د هفتې اضافه شوي دي او د هغه نه بعد مخکې هر کال تقریبا دوه نیم درې افغانۍ چارچېدو خو اوس هر تماس یوه افغانۍ چارج کیږي. د 15 نه بعد چې کوم یو تماس نیول کیږي د واس خدماتو لپاره مخابراتي کمپنیانو هر مشترک ته به دوی میسیج لیږي او په میسیج کې به هغه خدماتو ته چې دی فعال یې هغه لیست به ورلیږل کیږي که چیرې دی غواړي چې کوم خدماتو نه ځان غیر فعاله کړي یو میسیج په لیږلو به بیرته غیر فعاله کیږي. او د فعالېدو لپاره هم هغه پروسیجر چې ډبل اتنټیکیشن یا ډول اتنټیکیشن موږ ورته وایو چې په اسانه باندې څوک د خدماتو ته یعنی یا د فعالېدو ته لاسرسی ونه لري که څوک واقعیت کې غواړي چې هغه خدماتو نه استفاده وکړي باید هغه دوه مرحله یي اتنټیکیشن نه پس باید دا خدمات فعاله شي. د مشترکینو د یو شکایت دا و چې کله تماس نیسي کال سنټر د مخابراتي کمپنیو رویه ښه نه یي. په دې ارتباط د مخابراتي کمپنیانو هم دا تقاضا ده موږ هم دا غوښتنه لرو که چیرې دغسې موضوع سره تاسې مخامخ کیږئ تاسې لطفا دغه مشکل له موږ سره شریک کړئ یا د مخابراتي کمپنیانو ولې مخابراتي کمپنیانو دا تعهد سپارلی که چیرې دغسې برخورد واقع کیږي چې هغه زشت وي نو دوی هیڅ گنجایش دې لپاره نه لري او دوی فوري د کوم کارمند چې دا کار کړی ده دا له وظیفې بردرفه کوي. ولې ویل موږ نه غواړو چې د یو کال سنټر د ایجنټ له لاسه د موږ کوم مشترک ته صدمه یا اذیت ورسیږي. دې نه علاوه د دوه موضوع چې په دې هفته کې کیدای شي په هغه باندې هم یو نتیجې ته ورسیږو یو د پی ایز یو ګو موضوع ده او یو د اټرو رینیول موضوع ده چې دغه دواړه موضوعات انشاءالله دې هفته کې زموږ کمپنیانو سره بیا جلسه ده او په راتلونکي پریس کانفرانس کې کیدای شي دغه نتیجه هم تاسو ته واورو. او دغه نه علاوه د پخوا به چې لس افغانۍ کله چې به ډیټا بنډل ختمېدو او لس افغانۍ به چارج کیدو هغه اوس تقریبا درو کمپنیانو یوې افغانۍ ته راټیټ کړی ده ان تقریبا 95% یې ریټونه راټیټ کړي دي خو عموما د کیفیت او د قیمت په ارتباط موږ تاسو ته مخته ویلي دي چې موږ خوشبختانه دویم دریم فایبر نور جدي کار روان ده په مختلفو ولایتو باندې او په دې کې انشاءالله چې د کابل ته د فایبر د رارسېدو سره د دویم یا دریم فایبر هم په قیمت هم په کیفیت به ډیر مثبت تاثیر ولري. خو چونکې تاسو ته معلوم ده چې د امنیتي مشکلات شته کمپنیانې خپل کار په جدیت باندې مخته وړي او موږ ته هر هفته ګزارش راکوي په مختلفو ولایاتو کې اوس تر کار لاندې ده. نور که تاسې څه سره سوال لرئ